نسل کشی اویغورها همچنان ادامه دارد و به تدریج و بی سر و صدا در حال فراموشی است. گویی هرگز از ابتدا چنین اتفاقی رخ نداده است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. در سال 2020 مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا گزارشی را منتشر کرد که در آن بیش از 380 اردوگاه بازداشت در ترکستان شرقی شناسایی و مستند شد. این مسئله نشان داد که حزب کمونیست چین تا چه میزان اردوگاه‌های کار اجباری را در منطقه ایجاد کرده است. مقاله‌ای در واشنگتن پست در سپتامبر 2023 به این نتیجه اذعان کرد که به نظر می‌رسد برنامه اردوگاه‌های بازآموزی در سال 2019 تحت فشار بین‌المللی به پایان رسیده است. این ادعا گواهی بر این است که چگونه دولت چین و حزب کمونیست جامعه بین‌المللی را متقاعد کردند که دیگر نسل‌کشی در حال وقوع نیست. علاوه بر این، دولت چین و حزب کمونیست با متقاعد کردن موفقیت‌آمیز جامعه بین‌المللی مبنی بر بستن همه مراکز یا تغییر کاربری آنها به عنوان زندان، خود را از هر گونه مسئولیت در مورد آنچه در اردوگاه‌ها رخ داده است تبرئه کردند. نکته مهمتر آنکه از طریق ادعای تبدیل به زندان وچه تمایز اردوگاه‌های کار اجباری کاهش می‌یابد و با سیستم گسترده زندان‌های کشور ترکیب می‌شود و تغییری در برداشت از زندانیان اویغور ایجاد می‌کند. مسلمانان اویغور در چنین شرایطی به جای قربانی نسل‌کشی شدن تحت قوانین بین‌المللی و کنوانسیون نسل‌کشی ژنو، در اردوگاه‌های کار اجباری طراحی شده توسط دولت چین برای نابودی نگهداری می‌شوند. خطر فراموش شدن نسل‌کشی اویغورها یک نگرانی جدی است که از روش‌های عمدی و حساب شده‌ای توسط دولت چین برای پنهان کردن نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ترکستان شرقی به کار گرفته شده است. دولت چین همچنین کمپینی را سازماندهی کرده تا اطمینان حاصل کند که جامعه جهانی نیز این مسئله را فراموش می‌کند. نسل‌کشی اویغورها همچنان ادامه دارد و به تدریج و بی سر و صدا در حال فراموشی است و متاسفانه خود این فراموشی در حال عادی شدن است. گویی هرگز از ابتدا چنین اتفاقی رخ نداده است. ساعتی پیش گفتگویی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او پرسیدم آیا با توجه به تلاش‌های چین برای مخفی نگه داشتن مسئله سرکوب مسلمانان اویغور این حقیقت به فراموشی سپرده خواهد شد؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل در این زمینه ببینیم و بشنویم. از سلام درود خدمت شما و تشکر از بابت دعوتتون به این برنامه خوب. خدمت شما عرض بکنم گزارش‌های مکرری در رابطه با نقض حقوق بشر و ایجاد کارگاه‌های اجباری برای مردم اویغور توسط دولت کمونیست چین هر روز ما می‌شنویم و ابعاد این قضیه مبنی بر جرایمی که علیه مسلمانان اویغور در این کشور انجام میشه روز به روز در حال افزایش است. نکاتی که میشه در این رابطه به طور مشخص بهش اشاره کرد اینه که دولت چین با توجه به پشتوانه در واقع قدرت اقتصادی جهانی خودش همواره از این ابزار به عنوان یک اهرم فشار علیه گروه‌ها و کشورهایی که معمولاً روی ابعاد جرایم ضد بشری مخصوصا در مورد اویغورها توجه میکنن یا تمرکز میکنن از اونها علیه افراد دیگه استفاده میکنه. میتوان گفت که پرونده هایی که برای نقض حقوق بشر علیه اویغورها تشکیل شده و در واقع توسط دولت چین این جرایم روز به روز در حال افزایش از این فشارهای بین المللی تا چه اندازه میتونن موثر باشن برای در واقع کاستن و توقف یک چنین جنایات در قرن حاضر. لازم هست به مواردی در این رابطه اشاره بشه. اون چیزی که در دولت در میان تصمیم گیران دولت آمریکا وجود داره
و چه در جایگاه مجالس سنا یا کنگره و همچنین مقامات وزارت خارجه آمریکا بارها در این رابطه اطلاع رسانی کرده. نکاتی که ما در آمریکا شاهدش هستیم اینه که سیل صادراتی که یا روند رو به افزایش صادراتی که دولت چین همواره بالغ بر بیش از 200 میلیارد دلار همواره به آمریکا داشت طی سالهای اخیر، این رقم کم شده و از دولت ترامپ به بعد ما شاهد کاهشی رقم هستیم. البته در دولت آقای بایدن یک مقدار این مسئله دوباره افزایش پیدا کرده، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که اهرم‌های فشاری در کنگره و سنا مبنی بر تعطیلی یک سری اپلیکیشن ها مثل تیک تاک یا همچنین اپلیکیشنی به نام تیمو که طبیعتا مثل آمازون فعالیت میکنه، ولی گفته میشه که تمام اون ابزارالات و فراورده ها توسط همین کارگرانی ساخته میشه که دولت چین اونها رو به اسارت گرفته و از به نفع خودش کار اجباری میخواد و نسل کشی رو در واقع در فرایند نهایی و علیه این افراد بیگناه رقم میزنه. بنابراین من فکر میکنم که فشار جامعه بین المللی روز به روز باید افزایش پیدا بکنه و در جهت تحریم تدریجی برخی از محصولاتی که دولت چین به صورت عمده روی اونها سرمایه گذاری کرده برای کسب درآمد، باید ما نظام بین‌الملل رو به این سمت سوق بدیم. امیدوارم در گزارش های بعدی که طبیعتا در این رابطه بیشتر صحبت خواهد شد، ما بتونیم ابعاد بیشتری رو در این رابطه مورد بررسی قرار بدیم. خیلی ممنونم.